عمادی سوال میکنه برادر محترم در نماز جماعت مقتدی اجازت دارد سوره فاتحه بخواند؟ در مذهب احناف اجازه نداره و مجتهد اجتهادش عمی بوده و برداشتش از احادیث و از آیات عمی بوده که وقتی که امام تعیین شد مقتدی قرائت پشت سر امام نمیخوانه، نه در نماز خفیه و نه در نماز جهریه، نه در نماز ظهر و نه در نماز عشاء. چرا؟ دلیلشان ای است که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. انگامی که قرائت قرآن می شود فاستمعوا له، پس برای زو گوش بتن اگر قرائت بلند است، و انصتوا خاموش باشن در غیر قرائت بلند. این البته میتور برداشت کردن بعضی مجتهدین و از حدیث پیامبر اسلام دلیل میگیرند که من کان له امام فقراءت الامام له قراءت. کسی که امام داشته باشه و پشت سر امام اقتدا کرد، پس قراءت امام برای او چی است؟ قراءت است. انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا و اذا قرأ فانصتوا. امام به خاطر امام گفته شده که به او اقتدا شوه، وقتی که تکبیر گفت تکبیر بگوین، وقتی که قرائت کرد شما خاموش باشن. و حتی حدیث صحیح مسلم است که یک کسی در پشت امام در نماز ظهر قرائت میکرد، پیامبر علیه السلام وقتی که نماز خلاص کرد برای صحابه گفت مالی انازع القرآن، چی شده که با ما در قرآن شما منازعه میکنند؟ ما میخوانم شما میخوانند. از این حدیث شریف استنباط کردند علمای احناف که پیامبر در نماز ظهر گفت مالی انازع القرآن، چرا با من منازعه میشه در قرائت قرآن؟ و فرمود وقتی که امام قرائت میکنه شما سکوت کنین. اما مذاهب دیگر مانند امام شافعی، مانند امام احمد بن حنبل، اینا میگویند که در نمازای که قرائتش بلند است قرائت خوانده نشوه الحمدلله، و در نمازای خفیه خوانده شوه. و دلیلشان ای است که هر نمازی که در او الحمدلله خوانده نشود او ناقص است. کل صلات لم یقرأ فیها بفاتحة الكتاب فهی خداجون خداجون خداجون. هر نمازی که در آن الحمدلله خوانده نشود ناقص است، ناقص است، ناقص است. پس علمای احناف جواب میده به یه حدیث شریف که بله، هر نمازی که انسان خودش میخوانه منفرد اگر الحمدلله نخوانه او ناقص است، اما وقتی که در جماعت باشه، در او جماعت انسان اگر قرائت امام میکنه او باید سکوت کنه. البته یک اختلاف فقهی است، اما نظر امام مالک رحمت الله علیه ای است که در نمازهای خفیه خوانده شود و در نمازهای جهریه خوانده نشود. فرضاً اگر یک حنفی در نمازهای خفیه الحمدلله را خواند، آیا از مذهب میبراید؟ نه خیر، نمیبراید. و اگر نخواند آیا ای از دایره ایمانش، یعنی خدای نخواسته، مورد سوال است؟ نه خیر. آیا نماز ازی باطل است؟ نه خیر، باطل نیست. فرض میکنیم که می حدیث 100% درست و صحیح، پیامبر گفته که فهیه خداجون، این ناقص است، نگفت که این نمازش فاسد است. نمازش شده، به دیگه مذهب هم نماز ازی شده، اما به این خاطر هر برادر اما دلیل قوی فقهی و اجتهادی که برای او رسیده به او عمل میکنه، الله برای او اجر میده. جزاکم الله خیر الجزا.